مقاومت، منابع وابسته خطی، مقاومت خطی، خازن خطی، سلف خطی، هر المانی که خطی باشه. الان سلف خازن اینجا نکشیدم ولی میتونست باشه. هر شبکه خطی داشته باشن که از المانهای خطی تشکیل شده، به این ترتیب خروجی اون جمع آثار ورودی های مختلف تک تک اعمال میشن به سیستم و بقیه ورودی ها صفر. حالا ورودی صفر های بقیه بعضی وقتا به معنی مدار بازه، بعضی وقتا به معنی اتصال کوتاه، ولی جمع این خروجی ها خروجی سیستم میده. یه سری بدیهیاتی نتیجه این سیستم خطی ها که حالا بعد درس سیگنال و سیستم رو که میخونین، ما فعلا فقط شبکه های خطی رو میبینیم که یک حالت خاص از حالت کلیتر همه سیستم های خطیه، ولی هر سیستم خطی که داشته باشم اگه ورودیش صفر باشه خروجیش چیه؟ صفره. این نتیجه خطی بودنه، یعنی میتونیم اثبات کنیم هر سیستمی که جمع دوتا ورودی رو، به این دلیل که یک حالت خاصی که میتونم ورودی ها رو بدم، یه دفعه یک ورودی رو بدم، یک دفعه یک منهای اون ورودی رو بدم و خروجی متناظرش میشه یک خروجی و منهای همون خروجی، چون قرار خطی باشه. یعنی اگه ورودی رو ضرب در یک عددی کنم، خروجیش هم ضرب در همون عدد بشه. یه حالت خاص این که ضرب در منهای یک کنم، خروجی هم باید ضرب در منهای یک بشه. جمع این دو حالت حتما خروجی صفر میده به ازای ورودی صفر. خیر، من یه توضیح بدم برای که اسلاید دنبال کردن یکم سخته، دو سه نفر بیشتر پرینت نگرفتن، پرینت بگیرین و داشته باشین کمک میکنه. چی؟ این بالا گوشه سمت راست یه باری درست کردم که سرفصل ها رو نشون میده و اینکه تو هر سرفصلی چند عدد پاورپوینت هست و همچه پاورپوینت ها که میره جلو، این باره هم میره جلو. اگر مثلا 5 دقیقه خوابتون برد بیدار شدین، میتونین بفهمین مثلا چند تا اسلاید رفته جلو. این تنها کار کردش همین. خیلی خوب، این قسمت کلن، قسمت دوم، سوم، چهارم، پنجم تا پنجم، اسلایدهایی که این جلسه و احتمالاً اول جلسه بعد می‌بینیم، یه سری تکرار چیزهایی که شاید قبلاً دیدین یا ندیدین، ولی بیشتر تاکید بر اینه که به یک زبان مشترک برسیم. یعنی وقتی میگم مقاومت، هممون راجع به یک چیز صحبت کنیم. وقتی میگم مقاومت خطی، وقتی میگم مقاومت متغیر باز زمان، بیشتر تعریف کلمات یا عبارات یا قرارداد بستن‌هایی که هست که به یک زبان مشترک برسیم. یکی از اون چیزهایی که تا آخر مهندسی برق اسمی که زیاد تکرار خواهید کرد سیگناله. باز مفهوم سیگنال توی این درس بیشتر احتمالاً جریان و ولتاژه، ولی توی درس‌های دیگه لزوماً جریان و ولتاژ نیست، یک مفهوم خیلی کلی‌تر از جریان و ولتاژ. هر سیکونسی از دیتا رو بهش میگیم سیگنال. این سیکونس از دیتا میتونه یک سیکونس گسسته باشه توی زمان، میتونه یک سیکونس پیوسته باشه. مثلا مثال میتونم بزنم، شما تعداد دانشجویان حاضر در کلاس رو بر حسب هفته های مختلف فرض کنید، دیتاشو رکورد کنید، یه همچین شکلی داره، یک سیکونس این گسسته است. مثلا هفته های اول یه عده میان، بعد دیگه نمیان، بعد مثلا قبل میان ترم اول باز یه عده میان، نمیان دوباره، بعد میان ترم دوم میشه، بعد دیگه آخر ها دیگه همه ناامید میشه، هیچ کی نمیان. تقریبا یه همچی پترن داره. این هم یه سیگناله، نه پارامتری که متغیر اینوری محورم، نه ولتاژ، نه جریان، ولی بازم میگم تو این درس ما بیشتر سیگنال هامون از جنس جریان و ولتاژ، ولی این یک نمونه از سیگنال گسسته است که دیتا همه جا مقدار ندارن. هفته مثلا رادیکال دوم نداریم به این معنی، ولی میتونه سیگنال ها پیوسته باشه. حالا مثال سیگنال پیوسته اینه که فرض کنید یه میکروفون میداشتید و خروجی میکروفون ها، حالا احتمالاً اگر صحبت کنید بسته به نوع میکروفونی که استفاده میکنین، یک ولتاژی در رنج میکروولت تا میلی ولت تولید میکنه که ولتاژی که تولید میکنه دقیقا متناظر با فشار صدایی هست که شما تولید کردین، وظیفه‌ش اینه.
و اگر اینو تقویت کنین، حالا میتونین این ولتاژ رو احتمالاً تو رنجی هست که خیلی خوب میتونین با اسیلوسکوپ یا یک وسیله‌ای که ولتاژ رو بس به زمان رسم میکنه ببینین. اگه صحبت کنین یه همچین چیزی میبینین. اینو میتونین با میکروفون لپتاپتون این کار انجام بدین. یه مش سافر هست که اینو رسم میکنن، یعنی حداقل اینو احتمالاً دیدین. خیلی از این پلیرهایی که روی اکثر کامپیوترها هست یه همچین چیزی رو احتمالاً دیدین. ولی این دوباره یه سیگنال دیگه است. این دفعه این سیگنال، این محورش ولتاژه، این محورش زمان یک سیگنال پیوسته است. ما به هر دو اینها میگیم سیگنال. به همین دلیل خیلی وقتا لازم میشه برای که یک سیگنال رو درک کنیم یک تصویر ذهنی ازش داشته باشیم. این تصویر ذهنی رو برای ما یک وسیله‌ای به اسم اسیلوسکوپ میسازه که میتونه یک ولتاژ یا جریان، اینجا حالت کلیش ولتاژه، ولی میتونم پروب جریان هم داشته باشم که اتوماتیک جریانی رو به یک ولتاژ تبدیل کنه. ولی این چیزی هست که تو آزمایشگاه باش کار میکنیم. توی درس قبلی، تو آزمایشگاه درس قبلی اسیلوسکوپ احتمالاً، یعنی باید، نه که احتمالاً، باید دیده بوده باشید و کارکردش رو یاد گرفته باشید. کاری که اسیلوسکوپ میکنه، باز محور این ورش ولتاژه، محور این ورش زمانه، یک ولتاژ رو بر حسب یک زمان رسم میکنه. خود اسیلوسکوپ ها میتونن ماهیتاً آنالوگ باشن یا دیجیتال، که خیلی باز بهش کار نداریم، ولی آخرش کاری که برامون میکنه همون ولتاژ یک نقطه از مدار رو بر حسب جریان رسم میکنه. ما باز تو مهندسی برق با یک دسته سیگنال های خاص خیلی سر و کار داریم، و چون با این دسته سیگنال های خاص خیلی سر و کار داریم، براشون اسم میگذاریم که هر دفعه لازم نباشه نقاشی بکشیم. وقتی میگم مثلا ولتاژ سینوسیه با این مشخصات، باز دوباره هممون میفهمیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. برای همین لازمه دوباره این ترمینولوژی رو با هم مرور کنیم و اسمایی که روی این سیگنال ها میگذاریم مطمئن باشیم باز دوباره داریم راجع به یک چیز با هم دیگه صحبت میکنیم. اینجا سوال نیست. این درس یک درس چهار واحدیه که با آزمایشگاه تکمیل میشه. من وسط درس دادم یک چیزهایی از چیزهایی که تو آزمایشگاه دیدین یا قراره ببینین میگم، حالا وقتی آزمایشگاه شروع شد، و به خودی خود این 3 ساعت در هفته کلاس نیست، با آزمایشگاه تکمیل میشه. یک چیز مهمتری که با کنار درس هست هومورکاتونه، یعنی این ستاپ بدون هم کار نمی کنن. هومورکاتون خیلی مهمه. اگه بخوام تاکید کنم، دوره جلسه اول گفتم توی فرایند یادگیری، یعنی که چجوری یک چیز یاد بگیریم، هومورکا خیلی مهمه. اگه از من بپرسین که بیایم سر کلاس یا هومورکا رو با دقت انجام بدیم، به اون دومی اولویت بیشتری میدم. به این اندازه به نظر من مهمه. خیلی شروع میکنیم چند تا سیگنال رو اینجا اسم گذاری میکنیم و بعد از این به بعد اون اسما رو استفاده میکنیم برای که هر دفعه به یک چیز واحد اشاره کنیم. سیگنال ثابت داریم، یک ولتاژ ثابت، یک جریان ثابت. ولتاژ جریانی هست که با زبان تغییر نمیکنه. این ساده ترین سیگنالی که میتونم تعریف کنم اینه. خیلی وقتا بهش میگیم دی سی تو این درس، به این ولتاژ یا جریان دی سی میگم که از مخفف دایره کارنت اومده، ولی لزوماً جریان نیست، باز ولتاژ دی سی هم داریم. شما باز روی اسیلوسکوپ میتونین این ولتاژ رو ببینین، تو درس قبلی احتمالاً دیدین. اسیلوسکوپ دوباره یه دکمه ای داره به اسم دی سی و ای سی که میتونین وضعیت سیگنال رو توی دی سی و ای سی ببینین. این انجام دادین؟ دیدین همه؟ خیلی خوب. اگه اسیلوسکوپ رو وضعیت دی سی باشه و گراند اسیلوسکوپ مثلا اینجا باشه، شما روی خونه های اسکوپ مثلا 3 ولت پر دیویژن، اگر هر خونه 1 ولت باشه و سیگنال مثلا 3 ولت باشه، یه همچین نقاشی میبینید. اگه همین وضعیت اسکوپ رو وضعیت ای سی قرار بدین، دی سی سیگنال رو بهم نشون نمیده، دی سی اون ولتاژی که دارم، و این خط رو میاد اینجا میکشه. اینو بعد تو آزمایشگاه یکی از مشکلاتی هست که تا آخر دوران تحصیلتون باهاش احتمالاً سر در گریبانید و
فرق بین دی سی و ای سی تو اسیلوسکوپ بعضی وقتا باعث میشه که نتیجه آزمایش که تو آزمایشگاه انجام میدین اون چیزی که انتظار دارید نباشه، و بعد باید مطمئن باشید که میدونین که اسیلوسکوپ چی کار میکنه، که یک ولتاژ از یک ولتاژ میتونه دی سی شو حذف کنه. یک راهی که اسیلوسکوپ این کار انجام میده اینه که سر راه سیگنال یک خازن قرار میده و بعد این ولتاژ رو رفع میکنه. شما میتونید این خازن سر راه سیگنال قرار بدید یا ندید، یک سویچی هست که این کار رو انجام میده. اگه این سویچ بسته باشه تو وضعیت دی سی دارم میبینم سیگنال، اما اگه این سویچ باز باشه یعنی سر راه سیگنال از ورودی به خروجی این خازن هست، دی سی شو حذف میکنه و تو وضعیت ای سی میبینم. به این ترتیب این تو ذهنتون باشه، یعنی تو وضعیتی که سیگنال رو دارم در وضعیت دی سی نگاه میکنم، ببخشید در وضعیت ای سی دارم نگاه میکنم، یعنی این خازن سر راه هست، دقیقاً شکل سیگنالی که میبینم با شکلی که اونور هست یا تو واقع مدار هست یکی نیست، وقتی که از یه خازن رد شده. فقط وقتی یکی هست که تغییرات ولتاژ اینجا به اندازه کافی باشه که بتونم از تغییرات ولتاژ دو سر خازن صرف نظر کنم، و الا ولتاژ اینور و ولتاژ اینور یکی نیست. یعنی شما لزوماً اون چیزی که تو وضعیت ای سی میبینین با سیگنال واقعیتون یکی نیست خیلی وقت‌ها. اینو تو آزمایشگاه یا دیدید یا میبینید حتما. خیلی خوب، ما منابع ولتاژ و جریانمون مثلا از این جنسن، منابع ولتاژ جریانی که با زمان تغییر نمی کنن. منابع ولتاژ و جریانی هم داریم که با زمان تغییر میکنه، حالا الان قرار بکشیمش. سیگنال دومی که داریم سیگنال سینوسیه. سیگنال سینوسی بسیار بسیار مهمه در مهندسی برق و در تمام مهندسی ها، بعدن دلایلش رو میبینیم. این سیگنال باز میتونیم جورهای مختلفی تعریف کنیم، میتونم اینجوری تعریف کنم سینوس یک چیزی، میتونم تعریف کنم کوسینوس یک چیزی، باز هر دوی این تعریف ها همه جا هست، به هر دوی اینا میگیم سیگنال سینوسی. فعلا قرارداد ثابتی جهان شمولی وجود نداره، ولی هر دوی اینا بهش میگیم سیگنال سینوسی. فرض کنید من سیگنالم اینجوری تعریف کردم، سیگنال سینوسی ما اینجوری تعریف کردم برای تمام این مقادیر، این ای که اینجا گذاشتیم، امگایی که اینجا گذاشتیم و فی که اینجا گذاشتیم اسم میگذاریم. این سیگنال به حسب زمان اینجوریه، یک دامنه داره، به این مقدار ای میگم دامنه سیگنالم، یک فرکانس داره، حالا دو پی امگا رو اگر باز دو پی اف تعریف کنم به این میگم فرکانس، به اون میگم فرکانس زاویه‌ای، حالا مهم نیست این کلمه زاویه اگه باشه و نباشه، یه دو پی فرق میکنه، و به این فی که اینجا هست میگم فاز. این باز تعریف قراردادهایی که میذاریم، اسمایی که میذاریم، مثلا میگه مثلا فاز سیگنال اینقدر، دیگه بای دیفالت میدونیم که منظورمون داریم راجع به چی صحبت میکنیم. این فرکانس زاویه‌ای دیمانسیونش رادیان پر سکند، اگر این دو پی رو ازش کم کنم به یک فرکانس میرسم که اون قسمت زاویه‌ایش هست شده و دیمانسیونش یک روی سکند. باز تعریف میکنیم یک روی سکند اسم میشه میشه هرتز. اینا احتمالاً تو دبیرستان دیدید، تو درس قبل هم دیدید، من اینا رو فقط به عنوان مرور تعریف‌هایی که انجام دادیم میگم. این فرکانسی که اینجا تعریف شده با یک روی دوره تناوب سیگنال متناسبه. الان دوره تناوب باز رو شکل نشون میدم که یعنی چی. دیمانسیون اینه که دیدیم، دیمانسیون این از جنس دیمانسیون سیگناله، یعنی اگه این ولتاژه اینم دامنه هم از جنس ولتاژه، اگه این جریانه اینم دیمانسیونش آمپره، فازم که دیمانسیونش رادیانه. توی نقاشی که اینجا کشیدم مثلا اگه بخوام همین پارامترها رو روی نقاشی که اینجا کشیدم نشون بدم، این حالا یه سیگنال سینوسیه که میتونم اینجوری چون تعریفش کردم با کوسینوس اومگا تی به اضافه فی تعریفش کردم، تو زمان تی مساوی با صفر اندازه سیگنالم لحظه تی مساوی صفر عبور میکنه، این فاصله از اینجا تا صفر مبدأش ای کوسینوس فی، از اینجا میتونم اگه ایو داشته باشم کوسینوس فی رو حساب کنم و بعد فی رو حساب کنم، عبور از صفر برام فاز سیگنال رو مشخص میکنه. دامنه سیگنالم مرتفع ترین نقطه سیگنال به هر حال یک جایی هست که این فاز صفر میشه، کوسینوس یک میشه و این
سیگنال هم به ماکسیموم دامنش میرسه، ای رو نشون میده، یه نقطه از سیگنال و یک نقطه مشابه از سیگنال، هر دو نقطه مشابه از سیگنال رو بگیرم، فاصلش رو محور زمان یک دوره تناوبه. اینجوری دوره تناوب تعریف میشه و از روی دوره تناوب عکسش فرکانس و فرکانس زاویه‌ای تعریف میشه. اگر همین سیگنال رو با فاز صفر نقاشی میکردم چه شکلی میشد؟ این شکلی میشد. اگه سیگنال رو سینوسی تعریف میکردم با فاز صفر چه شکلی میشد؟ اینجوری میشد. خب حالا باز اینه که تو ذهنتون باید باشه. حالا فرض کنید من ولتاژ دو نقطه از مدار رو روی اسیلوسکوپ همزمان رصد کردم و این دو نقطه به احتمال زیاد چون ورودی یک چیزی بوده با یک فرکانس، ولتاژهای هم فرکانسن. اینا ولتاژ دو نقطه از مدارن که روی اسیلوسکوپ رصدشون کردم. فعلا هیچ مقدار دی سی هم ندارن. این سیگنال قبلی که دیدیم سیگنال ثابت بود که بهشون گفتم سیگنال دی سی، میتونه با این سیگنال ها جمع بشه و یک سیگنال جدیدی باشه که جمع یک دی سی و یک سینوسیه. این سینوسی هایی که اینجا رصد کردن مقدار دی سی ندارن، میتونست مقدار دی سی هم داشته باشه، یه آفسیتی داشته باشه، ولی فعلا فرض کنیم دی سیش حذف کردم یا روی ای سی دارم رصد میکنم. باز اینجا یک سری کلمه تعریف میکنیم. میتونم اختلاف فاز بین این دوتا سیگنال رو تعریف کنم به این معنی که فرضاً اگر یه نقطه رو بگیرم مبدا زمانی، اینجا دیگه مبدا زمانی رو میتونم هر جا دلم بخواد جابجا کنم. مثلا برای سیگنال آبی مبدا زمانی رو، برای هر دو این سیگنال ها مبدا زمانی رو اینجا بگیرم، فاز سیگنال اولم میشه چی؟ صفر. اگر تو همین لحظه تی مساوی با صفر فاز سیگنال دوم رو نگاه کنم، همون لحظه‌ای که تی مساوی صفر رو بر هر دو سیگنال تعریف کردم، فاز سیگنال دوم رو به دست بیارم، اختلاف فاز این دو تا رو، اختلاف فاز این یکی نسبت به این یکی رو میگیم اختلاف فاز این دوتا سیگنال. به این معنی اختلاف فاز بین دوتا سیگنال رو فقط برای دو سیگنال سینوسی هم فرکانس تعریف میکنم. یعنی اگه اینا فرکانس هاشون یکی نبود اصلا اختلاف فاز نمیتونستم تعریف کنم. یعنی وقتی میگیم اختلاف فاز بین دوتا سیگنال مثلا پی دوم هست، درش مستطره که دوتا سیگنال با هم چیان؟ هم فرکانس هم. لیلا اختلاف فاز تو این نقطه و اختلاف فاز تو این نقطه و اختلاف فاز تو این نقطه فرق میکرد به این معنی. اگر کل اون آرگومان سینوس کوسینوس رو بهش بگم فاز، فرق میکرد و اون وقت دیگه نمیتونم بگم اختلاف فاز یک عدده، باید حتما اختلاف فاز رو تو یک زمان خاص میدادم. خیلی خوب، یکی از کارهایی که تو آزمایشگاه باید بکنیم یا درس قبل انجام دادین اینه که دو تا سیگنالی که میبینین بتونین اختلاف فازش رو به دست بیارین. حالا یه پیشنهاد بدین برای که به دست بیاریم اختلاف فاز دو تا سیگنال رو. من این نقاشی رو اسیلوسکوپ میبینم، میپرسم سیگنال مثلا نارنجی نسبت به سیگنال آبی چه اختلاف فازی داره؟ الان بگین چه اختلاف فازی داره. خیلی خب، یه میتونیم حالا یکی یک چیزی بگه، یه روش، یه الگوریتم بده، یک بعد دو سه یه چیزی اینجوری بخواد. فرض کن من فرقی نمی‌کرد این ببینم سینوس یک چیزی یا کوسینوس یک چیزی، هر کدوم از اینا رو یه پی دوم اضافه و کم کنم میتونم اینا رو به هم تبدیل کنم. خب فرض کنید این سینوسه چون عبور از صفره ساده تره، یعنی با فاز صفر اگه شروع بشه ساده تره. فرض کنیم سیگنال ها من سینوسی نوشتم، آبیه رو میگیرم مبدا، من میخوام نارنجیه رو نسبت به آبیه بسنجم، درست؟ اگه اینجا رو بگیرم مبدا زمانی برای سیگنال آبی، الان سیگنال آبی نسبت به خودش، یعنی مبدا جدیدی که تعریف کردم، اختلاف فازش چقدره؟ صفر. حالا نارنجیه چقدره؟ یک قدی هست که اون دامنش ای دو ضرب در کوسینوس فی دو منهای فی یک، حالا دیگه سینوس فی دو منهای یک، ای دو ضرب در سینوس فی دو منهای فی یک برابر با این اندازه این ارتفاع اینجاست، مثلا یک دو سه خونه است، درست؟
خود اعدام یه عددی داره، مثلا چقدر؟ 3.5 مثلا. از اینجا اختلافات به دست میاد. یه جور دیگه هم میتونم اختلافات رو حساب کنم. فاصله اینجا تا اینجا چیه؟ یک دوره تناوب تیه. من اگر عبور از صفر این یکی سیگنال رو نسبت به عبور از صفر این یکی سیگنال حساب کنم، اگر این عبور از صفر و این عبور از صفر بر هم منطبق بودن، دوتا سیگنال چی بودن؟ همفاز بودن. من فاصله این عبور از صفر رو میتونم به فاصله این تقسیم کنم و یک تناسب ببندم. اگر این صفر بود صفر میشد، اگر این فاصله دو پی بود دو پی میشد، به همین نسبت، به همین نسبت این فاصله تقسیم به کل، تقسیم به کل پریود ضرب در دو پی اختلاف فاز این دوتا سیگنال. قبول؟ شاید اینجوری روی اسیلوسکوپ خوندنش ساده تر باشه از اینکه بیام این دامنه رو بخونم. نسبت عبور از صفر این و نسبت عبور از صفر این، اختلاف اینها به کل یک پریود، اینو تناسب می‌بندم با وقتی یک دور می‌زنم دو پی، دو پی اختلاف فاز دارم، یعنی اختلاف فاز این نقطه و این نقطه دو پیه. اگر این فاصله رو به دو پی تقسیم کنم به همین نسبت دلتا تی به تی، یا به عبارت دیگه میتونم بگم که من اختلاف فاز دو تا سیگنال رو میتونم از روی عبور از صفر، نسبت عبور از صفر صفراشون به یک دوره تناوب تناسب ببندم و دو پی. مثلا این نقاشی که اینجا کشیدم یک اختلاف فاز هول و هوش پی سوم داره. سوالی هست؟ حالا گفتم توی تمام رشته های مهندسی این سیگنال سینوسی اهمیت خیلی خاصی داره، برای مهندسین برق شاید یکم بیشتر. دلیل اهمیت این سیگنال سینوسی این رابطه اویلره. حالا یا تو ریاضی یک دیدید؟ دیدید؟ هیچ جا ندیدید؟ چی؟ نمیشتم ریاضی خیلی عدد مختلف دیدید؟ خیلی. حالا تو ریاضی اینو اینجوری می‌نویسن ای به توان آی تتا برابر با این، شاید بعدن که وسط‌های درس که آنالیز فیزوری دیدیم این رابطه رو، حالا اثبات که نمیشه گفت، همونجوری که اویلر به این رابطه رسید ما هم به این رابطه میرسیم و بعد از اونجا شروع می‌کنیم یه چیزای دیگر می‌بینیم. ولی این رابطه باعث میشه که این روابط سینوسی کوسینوسی بسیار مهم باشن. به صورت طبیعی وقتی رویدادهای فیزیکی رو مدل می‌کنیم خیلی وقتا به معادلات دیفرانسیل می‌رسیم. این معادل دیفرانسیل باید همزمان با این درس حداقل داشته باشید. یعنی اگر معادلات دیفرانسیل ندارین و این درس رو دارین باید برین حذف کنین، چون که نیمه دوم درس لازمش داریم معادلات دیفرانسیل. وقتی معادلات دیفرانسیل حل می‌کنیم به سری جواب‌های نمایی می‌رسیم و این جواب نمایی باعث میشه که حالا این سینوس و کوسینوس مهم بشن. یعنی خیلی از اتفاقاتی که تو طبیعت میفته یک تغییرات سینوسی داره. مثلا شما یه فنر رو ببندید، یه جرم به فنر ببندید بعد ولش کنید، اگر فنر ایدئال باشه تقریبا سینوسی حرکت میکنه، یعنی حرکت فاصله شو تا وسط مثلا نقطه تعادلش به حسب زمان رسم کنم یه اتفاق سینوسیه. به این دلیل خیلی چیزا تو دنیا این شکلی هم سینوس و کوسینوس هم خیلی هم مداران هم که حل میکنیم این ولتاژ خیلی از نقاطش سینوسی تغییر میکنه. به این دلیل خیلی مهمه، اگر این رابطه اویلر نمی بود این شکلی نبود. توی ریاضی یک چیزی تعریف میکنن که چون در دنیای واقعیت احتمالا وجود نداره، اینه که یک چیزی تعریف میکنن که اگه به توان دو برسه میشه یک، ببخشید منهای یک. به این ترتیب این چیزی که تعریف کردن رادیکال منهای یکه. حالا یک عدد حقیقی نیست، بهش میگیم یه عدد موهومی. با اینکه دنیای واقعیتمون همه چیز حقیقیه، یعنی شما به هر حال ولتاژ یک جایی ولتاژ حقیقیه، هیچ چیز موهومی درش وجود نداره، ولی بعدا میبینیم که اگر یک جسم موهومی اینجوری تعریف کنیم میتونیم خیلی راحت‌تر این چیزهای حقیقی که داریم رو توصیف کنیم.
واقعا جایی ولتاژ جایی شکلی نیست که اگه به توان دو برسه بشه منهای یک. همه چیز حقیقیه در دنیای واقع، ولی این باعث میشه توصیف کنیم این چیزهایی که واقعی است. متاسفانه قبل از این که اویلر وجود داشته باشه، بودن اواخر قرن 18 یه آقایی به اسم آمپر یک مقاله می‌نویسه و توش جریان یک جایی که میخواد تعریف کنه اسم آی میگذاره براش. و با اینکه همه ریاضیدان‌ها و مثلا مکانیکی‌ها بقیه مهندسین این رادیکال منهای یک رو با آی نشون میدن، ما مهندسین برق چون آی رو قبلا استفاده کردیم اینو با جی نشون میدیم. حالا از این به بعد یعنی از اینجا که میخواد بفهمید یکی مهندس برق هست یا نه، براش یک رادیکال منهای یک بنویسین، اگه نوشت مساوی با جی مهندس برق. حالا از این به بعد ما این جی که ما میگیم با اون آی که تو درس‌های دیگه می‌بینیم یکیه، فرقی نداره. فقط همین که میگم، چون ما قرارداد تعریف کردیم، مثل کد که می‌نویسین اگر یک کلمه رزرو شده باشه نمی‌تونید برای چیز دیگه استفاده کنید. این کلمه قبلا رزرو شده بوده و رفتیم تو حروف الفا حرف بعدی رو گذاشتیم، آی که نشد جی. خیلی خوب، اهمیت این رابطه اویلر و سینوسی کوسینوسی فقط به اینجا خط نمیشه، اتفاقا به همین دلیله. بعدا میبینید که هر سیگنال پریودیکو این خیلی مهمه، یعنی تمام مهندسین دنیا با این سرکار دارن. هر سیگنال پریودیکو میتونم به صورت جمع یک سری سینوس کوسینوس بنویسم. این سینوس کوسینوس ها فرکانسشون جمع یه سری سینوس کوسینوسه با فرکانس هایی که مذربی از فرکانس سیگنال پریودیک اولیه هستن. یک سیگنال دی سی به اضافه یک سری سیگنال هایی که مذربی از فرکانس سیگنال اولیه هستن. مثلا این سیگنالی که اینجا کشیدم برای که ساده بشه با فرکانس یک کشیدم، یا دور تناوب یک. به این ترتیب میتونم اینا رو ببخشید با دور تناوب دو پی کشیدم برای که نمایشش ساده ترش. این سیگنال رو میتونم با جمع یه سری کوسینوسی که دور تناوب به 2P 4P 8P اینا دارم با هم جمع کنم و جمع اینا میتونه هر سیگنال پریودیکی رو برام بسازه. این مثالی که اینجا ببینیم، فرض کنید یک سیگنال این آبیه دارم که سیگنال فرض کنید بهش میگیم دنده اره‌ای مثلا، یه همچین چیزی شبیه لبه های یک اره است. یه سیگنال پریودیکه، حالا پریودش همین 2P. اینو اگر هیچ مقدار دی سی نداره، اگر اولین سینوس رو اینجا بکشم یه چیزی نزدیک به این استخراج میشه، خیلی شبیهش نیست. اگر یه سینوس دوم با فرکانس دو برابر با این جمع کنم، دامنش رو به طور مناسبی اختیار کنم، به این آبیه نزدیکتر میشم. اگه سینوسی سوم رو باش جمع کنم و دامنش مناسب اختیار کنم، میتونم نزدیکتر شم، میتونم N تا سینوس رو با هم جمع کنم به نحوی که نهایتاً جمعشون یه سیگنال شبیه اون سیگنال بمیده. این دومینه، سومین، چهارمین، پنجمین. حالت پنجم اگه دقت کنین، هر چقدر تعداد این جمله‌ای که جمع میکنم بیشتر بشه به اون سیگنال اولی هم نزدیکتر میشه. تو حالت کلی با جمع N تا N میتونه به سمت بی‌نهایت بره، میتونم اون سیگنال رو با جمع این سینوسی ها بسازم. به این دلیل وقتی سیستم خطی هست، دیدیم که هر ورودی رو اگر به صورت جمع انتا ورودی بنویسم، میتونم برم اون ورودی ها رو جداگانه خروجیش رو استخراج کنم و بعد خروجی های اون انتا ورودی جمع شده رو با هم جمع کنم، خروجی سیستم رو بهم بده. درست؟ من به ترتیب به جایی که یک سیستم به ازای ورودی های مختلف تعریفم، مثلا شما یک امپلیفایر ساختین، یکی بهتون میگه امپلیفایر چجوری کار میکنه، بلکه بهش ثابت کنین امپلیفایری که ساختین کار میکنه، نمیتونین تمام ورودی های دنیا رو بررسی کنین، بگین که مثلا اگر پله بش بدین اینجوری، اگر مثلا سوت بلبلی بزنین اینجوری کار میکنه، یه سوت دیگه بزنین اینجوری کار کنه. اگر به ازای تمام سینوسی های دنیا با فرکانس های مختلف کارکرد مدارتون رو بهش نشون بدین، در واقع هر ورودی دیگه ای رو بهش نشون دادید که مدارتون چجوری کار میکنه، چون هر ورودی دیگه رو میتونه به صورت جمع یک مش سینوسی بنویسه. این خیلی مهمه. و بعد چون سیستمتون احتمالا خطیه و جمع آثار میتونی استفاده کنین، میتونین اینو بگین که تمام این جوابای این سینوسی هایی که من به تحویل دادم میتونی یک جوری با هم جمع کنی و
جواب هر ورودی دیگر رو داشته باشه. این اهمیت اینه که بعداً میبینید تمام کارهایی که ما انجام میدیم با یک ولتاژ سینوسیه. توی آزمایشگاه شما یک فانکشن جنراتور دارین که یک سینوسی با هر دامنه‌ای که دلتون بخواد، با هر فرکانسی که دلتون بخواد تولید میکنه. این به این دلیله که سیستمتون رو توی فرکانس‌های مختلف بررسی کنین و بعد بگین که در واقع سیستمتون رو به ازای هر ورودی شما آنالیز کردید. در واقع یک فانکشن جنراتور سینوسی همه سیگنال های ممکن دنیا رو میتونه بسازه. حالا بعدن توی سیگنال سیستم و توی ریاضی مهندسی میبینید این تبدیل فوریه چه خواصی داره و داستانهایی هم داره. مثلا این سیگناله تو این نقاطی که ناپیوسته است، وقتی این سینوسی ها رو با هم جمع میکنم دقیقا میتونم برسم دقیقا به همون سیگنالی که دارم تو این نقاطی که پیوسته است، ولی تو این نقاطی که ناپیوسته است مثلا یه داستانهایی داره. هیچ وقت این نقطه ناپیوستگی، این لبه های نقطه ناپیوستگی، هر چقدر جمله ها رو زیاد کنم میتونم نزدیک شم ولی دقیقا نزدیک نمیشم. این هر جایی که پرش دارم توی این سیگنال جمع سینوسی هم این میبینید، این پیکی که همیشه بالاتر از این میمونه، هر چقدر جمله ها رو جمع کنم بالاتر از اون میمونه. اگر نقاط ناپیوستگی رو بذاریم کنار، با افزایش تعداد جمله هایی که تو این به این نمایش، اینجوری میگم سری فوریه، تو این نمایش سری فوریه اگر این جمله های n زیاد بشه، تقریبا این سیگنال و اون جمع سینوسی ها به یک عدد میرسن و تو حالت حدی مساوی میشن. آره میتونم پتانسیلی دارم. وقتی سیستم خطیه من لازم نیست این کار انجام بدم. شما یه سیستم خطی دارید، این فرض کنید سیستم خطی اینجوری، من یک ورودی نمیدونم چی دارم، هر شکلی، یه شکلی داره، یه FAT داره، من میخوام ببینم خروجی این سیستم چه شکلیه. میگم این ورودی رو تبدیل میکنم به N تا سینوسی، قابل جمعه. این FAT جمع یک سینوسی با یک دامنه است، یک سینوسی با یک دامنه دیگه، یک سینوسی با دیگه. خروجی های تک تک اینا رو حالا میتونم حساب کنم، یعنی میتونم تو آزمایشگاه سینوسی اول رو ببینم خروجیش چیه، مثلا یه شکلیه. سینوسی هم هست حتما هم فرکانس با هم، فقط دامنه و فازش فرق داره. سینوسی دوم ببینم یک دامنه دیگه داره، سینوسی سوم، بعد اینا رو با هم جمع کنم خروجی رو میسازم. قبول؟ چون سیستم خطیه میتونم جمع آثار استفاده کنم، بگم به جایی که FAT داشته باشم جمع N تا سینوسی دیگه داشته. من به این ترتیب اگر یه سیستم ها، حالا بعدم میبینیم، پاسخ فرکانسیشو بدونم، یعنی بدونم تو هر فرکانسی سیستم چه پاسخی بهم میده، اگه پاسخ فرکانسی سیستم رو بدونم پاسخشو به هر سیگنال دیگه ای میدونم. به این دلیل سینوس مهمه، یا به این دلیل دقیقاً تو آزمایشگاه رو میزتون فانکشن جنراتوری هست که سینوسیه. اون فانکشن جنراتور سیگنال های دیگه هم تولید میکنه، مثلا پالس تولید میکنه، مربعی تولید میکنه، ولی سینوسی رو حتما تولید میکنه. یه دستگاهی هست که تو آزمایشگاه ما نداریم، داریم ولی نمیدیمش دست شما چون گرونه، اسم نتورک آنالیزر. کارش همینه که میاد این سینوسی رو خودش اتوماتیک عوض میکنه، سویپ میکنه از فرکانس صفر تا فرکانس بی‌نهایت. بعد دامنه و فاز خروجی رو، چون سینوسی تنها چیزی که فرق داره، این فرکانسش با این یکیه، تنها چیزی که فرق داره بین این دوتا سیگنال میتونه فرق کنه دامنه و فازش. این دامنه و فاز رو که سویپ میکنه به از فرکانس ها رسم میکنه. خواهشین مثل هست. چی؟ شاید باشه، شاید شبیه سازی کردن نتورک آنالیزر اینجوری. در واقع کار نتورک آنالیزر اینه که این کارو میکنه. وقتی شما این پاسخو داشته باشین به حس فرکانس، اینو بعداً تو درس میبینیم، این قسمت مهم درس، ولی داستان از اینجا شروع میشه که به هر حال این اگه این تبدیل فوریه نبود و سیستم خطی نبود، نتورک آنالیزر هم بی‌معنی میشد در واقع. خیلی خوب،
گفتم به این دلیل یه فانکشن جنراتورایی هست که حداقل یکی از سیگنالایی که تولید میکنه سینوسیه. شکل‌های دیگه هم میتونه تولید کنه که حالا بعد می‌بینیم به چه درد می‌خوره. خیلی خب، یکی از سیگنال‌های دیگه‌ای که ما قرارداد می‌ذاریم و اس براش می‌ذاریم چون زیاد کاربرد داره، پله واحده. حالا این پله واحد رو به اسم این یک آقایی به اسم آقای هویساید، تابع هویساید هم میگن. حالا این موهای خودش هم شبیه یک پله است. ولی پله واحد رو اینجوری تعریف میکنیم که این تعریف پله واحده. برای تمام زمانهای کوچکتر از صفر صفره، برای تمام زمانهای بزرگتر از صفر یک. این جا به جا نوشته. آره درستش. بله. این تابع غیر پیوسته است در نقطه تی مساوی با صفر. مقدارش تو تی مساوی صفر باز برای ما مهندسین برق چندان اهمیتی نداره. ریاضی میتونیم بحث کنیم که حالا اگر تو تی مساوی صفرش مثلا یک تعریف کنیم، صفر تعریف کنیم، نیم تعریف کنیم چه اتفاقاتی میفته. باز میگم برای ما خیلی مهم نیست. میتونستیم تو ریاضی دیدیم میتونستیم پیوستگی رو از راست حفظ کنیم، از چپ حفظ کنیم یا پیوستگی نداشته باشیم مثلا یه نقطه، ولی میگم برای ما خیلی مهم نیست، اصلا اهمیتی نداره مقدارش تو تیم سایز صفر. برای ما فرض کنیم مقدارش تو تیم سایز صفر بی‌معنیه، مقداری نداره. خیلی خوب، یه تابع ساده است ولی بعدا میبینید چقدر کاربرد داره. توی مهندسی برق باز به صورت تاریخی همیشه یک سری سویچ بوده، کلید بوده. مثلا این کلیدی که اینجا هست اگه روشن و خاموشش کنم وضعیت این چراغم عوض میشه، یه مداری هست وضعیتش عوض میشه. چون همیشه کلید هست یک تابعی باید تعریف کنم که این کلید رو توصیف کنه. مثلا فرض کنید در لحظه ثانیه دهم حضورم در این کلاس مثلا کلید رو میزنم. اگه بخوام این داستان رو توصیف کنم باید با یک چیز اینجوری، یک چیز غیر پیوسته بتونم توصیفش کنم. تمام کلیدهایی که ما تو مهندسی برق داریم ما میتونیم با این تابع پله توصیفش کنیم. داستان چیه؟ شرح نزول این تابع اینه و کلیدهایی که داریم یا اتفاقاتی که تو لحظه یک لحظه کوتاه میفته، یک ناپیوستگی تو زمان، هر چیز این شکلی که داریم میتونیم با تابع پله تعریفش کنیم. این تابع به صورت ریاضی مشتق پذیر نیست با این تعریف که من کردم، ولی ما باز چون مهندسیم خیلی به این کاراش کار نداریم، از این تابع مشتق میگیریم، مشتقش هم یه اسمی براش میذاریم، خیالتون راحت. بعد این بار هم ازش مشتق میگیریم، باز برای اون مشتق اینمش هم اسم میذاریم. ولی فعلا این تابع رو باید درک کنین شکلش چجوریه که بعد وقتی مشتق گرفتیم مشتقش هم بتونم بگم توصیف کنم. این تابع پله واحده، به این دلیل بهش میگیم پله واحد که مقدارش یکه. اگه میپرید به دو بهش میگفتم پله دو برابر، مثلا واحد بهش نمیگفتم، ولی پله واحد مقدارش به ازای تیهای بزرگتر از صفر یکه و به ازای تیهای کوچکتر از صفر صفر. تعریفش این میتونستم یک تابع، این تابع پله واحد هم برای که مشکل ناپیوستگی تو صفرش حل کنم حالت حدی یک تابع پیوسته در نظر بگیرم. بعضی وقتا این کمک میکنه چون قرار ازش مشتق بگیریم، یک تابع پیوسته تعریف میکنم که بتونم بعد ازش مشتق بگیرم. بعد حالت حدی این تابع رو نزدیک میکنم به همون تابع پله واحد، احتمالا مشتقش هم امیدوارم نزدیک بشه به مشتق این تابع. اینجوری مشکل میگم باز برای ما مهندسین خیلی مهم نیست، یه چیزی که کار کنه کار میکنه، حالا هر جوری که دورش بزنیم. یک راه دور زدن این ناپیوستگی در صفرش اینه که یک تابع پیوسته تعریف کنم. میتونم جورهای مختلفی تابع پیوسته تعریف کنم. مثلا تابع پیوسته ما اینجوری تعریف کردم، مقدارش از یه اپسیلون بزرگتر یک، از یه منهای اپسیلون کوچکتر صفره. این بینش هم خطی عوض میشه برای که پیوستگی رو حفظ کنم. بعد حالا میگم اپسیلون رو به سمت صفر میل میدم، این تابع نهایتا وقتی اپسیلون به سمت صفر میدم میل میدم میشه همون پله واحد. خب همین دیگه میاد. من اول اگر میگفتم این تابع پله واحد فقط وجود داشت، بعد میگفتم ازش مشتق میگیرم، شما میگفتین از
از یک تابع غیر مشتق پذیر چجور مشتق میگیری؟ چی؟ هنوز که من تابع ضربه رو تعریف نکردم ولی دارم صفره چی مهم میشه؟ وقتی دارم میگم این تابع پله واحده، برای تابع پله واحد اصلا مهم نیست مقدارش رو صفر چیه، درست؟ الان نمیشنم هم چی میگه. اینو میتونستم جورهای دیگه ای تعریف کنم. حالا میتونستم یک کم این تابع باز مشتق مرتبه اول داره و مشتق مرتبه دوم دیگه نداره. مشتق مرتبه دومش باز خیلی پیوسته میشه. مثلا یه تابعی تعریف کنم که مشتق مرتبه انوم هم داشته باشه و تو حالت حدی پله واحد باشه. مثلا یک تابع آرکتانجان تعریف کنم که این دیگه مشتق مرتبه ان هم داره. بعد حالت حدیش حالا بگم مثلا این آرگومان آرکتانجانت هم به سمت صفر میره. اگر میل کنه نهایتا میشه پله واحد، مشکل مشتقات و مرتبه انوم تابع هم حل میشه. ولی فعلا ما باز با اینا کار نداریم. یعنی اگر یک جایی به مشکل عقیدتی برخوردید، میتونید پله واحد رو با این آرکتانجان یا هر شکل دیگه جایگزین کنین و بعد حد بگیرید، مشتق اول مشتق بگیرید بعد از اون مشتق حد بگیرید. خیلی خوب، اهمیت این تابع پله واحد رو گفتم. ما تو مهندسی برق یه مش سیم داریم، یه مش کلید داریم و این کلیدها رو برای که بخوایم توصیف کنیم، مثلا یه کلید وضعیتش از اینجا از این ورودی این مدار صفر بوده، در تیموسایو صفر این ولتاژ وی رو بهش اعمال میکنیم، یا جریان اینجا صفر بوده سویچ میکنم در تیموسایو صفر یک جریانی به مدار اعمال میکنم. اگه اینا رو بخوام توصیف کنم میتونم اون کلید رو بردارم. کلید مفهوم ریاضی نیست، جایی نمیتونم مثلا کلید، برای که این کلید رو تبدیل به یک مفهوم ریاضی کنم، یک تابع پله واحد اگه تعریف کنم، حالا میتونم ورودی مدار رو اینجوری نمایش بدم ریاضی، یا ورودی یکی مداری که جریان بوده میتونم اینجوری نمایش بدم. این مشکل کلید رو حل کردیم اینجوری در مهندسی برق. تابع پله واحد جایگزین کلید میشه برامون، جایگزین چیزهای شبیه این میشه. خیلی خوب، تابع دیگه که تعریف میکنم تابع سیگناله که تعریف میکنم سیگنال پالسه. این سیگناله اینجوریه، برای زمانهای کوچکتر از صفر صفره، بزرگتر از دلتا هم صفره، برای بین صفر و دلتا یک دلتا همه. باز تعریف واحدی نیست، بعضی کتابا اینو پالس واحد میگن، همین اصلا همین نماد استفاده میکنن، پی دلتا اینجوری تعریفش میکنن، برای تی کوچکتر از صفر یکه، برای تی بزرگتر از دلتا صفره، اینجا صفره، برای تی های بین صفر و دلتا یکه، نه یک دلتا همه. این تعریف هم یک جایی هست، یعنی بسته به که فقط به جایی که مقدار این فرق بین این دوتا، این تابعی که من اینجوری تعریف کردم از این تابعی که من اینجوری تعریف کردم، اگه انتگرال بگیرین از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت میشه چی؟ یک. یعنی سطح زیر این منحنی که اینجا تعریف کردم یکه، سطح زیر این به سطح از روی سطح تعریف نشده، از روی اندازه بین صفر و دلتا تعریف شده، به این میگن پالس واحد. بعضی وقتا اون یه پالسیه که سطح زیرشیه، که این یه پالسیه که مقدارشیه، که این تعریف به این تعریف تبدیل میشه با یک این تابع رو اگه تقسیم به یک دلتا کنم میشه همین تابعی که اینجا تعریف کردم. فقط اتفاق عجیبی نمیفته، بسته به که تعریف اولیه چی باشه میتونید این دوتا رابطه رو به هم تبدیل کنید. بعضی کتاب ها پالس رو اون تعریف کردن، بعضی کتاب ها پالس رو این تعریف کردن. حالا فرض کنید من دوست دارم پالس رو اینجوری تعریف کنم، این پالس به این دلیل اینجوری تعریف شده که سطح زیر منحنیش رو همیشه یک نگه داره. حالا اگه از این پالس انتگرال بگیرم چه شکلی میشه؟ این شکلی میشه، مثلا تا اینجا که صفره، بعد تا دلتا یک میرسم، این انتگرال پی دلتا است. اگه دلتا به سمت صفر میل کنه میشه چی؟ همون پله واحدی که داشتم، یعنی پله واحد در واقع این پالسی که اینجا تعریف کردم به اون پله واحد بی ربط نیست. تو حالت حدی اگه دلتا به سمت صفر میل کنه انتگرال پی دلتا میشه چی؟
پله واحد. وقتی از این پالس انتگرال بگیرم بشه پله، از پله اگه مشتق بگیرم میشه چی؟ پالس. پالسی که دلتا به سمت صفر میل کرده. پس من میتونم برای اون تابعی که مشتق پذیر نیست، لحاظ ریاضی مشتق پذیر نیست، لحاظ مهندسی مشتقی تعریف کنم. یه مشتقی هست که شبیه اینه، شبیه حد اینه وقتی که دلتا به سمت صفر میل کنه. یه تابعی که همه جا صفره، فقط نزدیک صفر یک مقداری داره، یه مقدار عجیب غریبی داره، یه مقدار خیلی بزرگی داره احتمالاً، یک جوری که سطح زیر منحنی رو یک نگه می‌داره. من خود تابع پالس که انتگرالش میشه تابع پله واحد رو میتونم به حسب پله واحد بنویسم. مگه یه یوی تی داشته باشم از یک یوی تأخیر یافته به اندازه دلتای تی کم کنم، این یوی تی. یو ای تی این شکلیه. یو ای تی منهای دلتا این شکلیه. من وقتی آرگومان تابم نزدیک صفر میشه، اونجاییه که ناپیوستگی تابم هست. من هر جا که بتون یه تابعی دادن و شیفت زمانی بهش دادن یا تقدم و تأخر زمانی دادن، میتونین جایی رو پیدا کنین که آرگومان تابع نزدیک صفر میشه. اونجا جایی هست که ناپیوستگی سیگنال هست. بعد تعیین میکنم که این آرگومان بزرگتر از صفره که پله واحد توش یک شده، یا کوچکتر از صفره که صفر شده. این شکلیه. من این دوتا رو اگه از هم کم کنم به یک شکل این شکلی میرسم. قبول؟ که اینجا مقدارش یکه، اینجا صفره، اینجا دلتا است. و اگه اینو تقسیم به یک دلتا هم بکنم، این یک دلتا هم میشه و برمیگردم به همون پالس واحد. به این ترتیب من میتونم این تابع پالسم رو از روی تابع پله واحد بنویسم. یه کاری که تو این درس انجام میدین، حداقل تو هوم ورک اولتون، اینه که سیگنال های مختلف رو بتونین به حسب این سیگنال های پایه‌ای که تعریف کردیم ببینیم. اینا فرض کنید آجرهای ما هستن، با این آجرها میتونیم ساختمون بسازیم. میتونید سیگنال های پیچیده‌ای بسازین از جمع و ضرب این سیگنال هایی که اینجوری تعریف کردیم. این کار، توانایی این کار رو باید داشته باشین. وقتی یک سیگنال رو به صورت جمع یه مش سیگنال می‌میسین، دوباره کار مهمی دارین انجام میدین، چون سیستممون معمولا خطیه. پاسخ اون سیگنال پیچیده رو میتونم از جمع پاسخ این سیگنال های ساده سیستم پیدا کنم. خیلی خوب، من این پی دلتا رو به حسب یو تعریف کردم. میتونی خودتون به عنوان یک هومورک به حسب این تابع این شکلی که تعریف کردیم بشینید ببینید میتونید تعریف کنید. یعنی یه جور دیگه به حسب این یو اپسیلون بنویسید میشه، ولی میشه نوشت. خیلی خوب، تابع دیگه ای تعریف میکنیم به اسم تابع ضربه واحد. این تابع ضربه واحد رو اینجوری تعریف میکنم که یه تابعی هست که همه جا به جز صفر مقدار داره و مقدارش صفره. فقط تو صفره که مقدار غیر صفری داره، و این مقدار غیر صفر تو صفرش به نحویه که اگر از منهای اپسیلون تا اپسیلون به ازای هر اپسیلونی، این اپسیلون میتونه خیلی بزرگ باشه، یعنی از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت باشه، میتونه از منهای عدد کوچکی تا مثبت یک عدد کوچکی باشه. اگه هول و هوش صفر از یه منهای اپسیلون تا مثبت اپسیلون به ازای هر اپسیلونی انتگرال بگیرم، مقدار انتگرالم میشه یک. این باز نحوه تعریف کردن این تابع دلتا است. این تابع دلتا میتونه حد بزنید به اون تابع پالسی که تو اسلاید قبل تعریف کردم ربط داره. یعنی میتونم اینجوری تصور کنم که همون تابع پالسمه وقتی دلتا اون دلتای به سمت صفر میل کنه. ولی به هر حال یه تابعی دارم. این تابع چون که تعریف نمیشه، همیشه تابع دلتا رو از روی انتگرالش بررسی میکنیم. ولی من چندان راجع به این تابع ضربه نمیتونم صحبت کنم، ولی راجع به انتگرالش میتونم صحبت کنم. چون راجع به انتگرالش میتونم صحبت کنم، بیشتر خواصی که میگیم راجع به انتگرالشه. حالا برا به دلایلی این تابع رو به اسم کسی که بیشتر استفاده کرده، آقای دیراک، تابع دلتای دیراک میگن. توابع دلتاهای دیگه هم داریم، ولی این تابع که اینجوری تعریف میکنیم این بهش میگم تابع دلتای دیراک. گفتم میتونم اینو اینجوری تصور کنم،
شاید تصور درستی نباشه، میتونم از اون حد اون رابطه تانژان هیپربولیکی که برای استپ واحد دادم بگم، میتونم از روی این پل، از روی این تابه پالس واحدی که سطح زیر شکه بگم. ولی حالا یک تصوری که میتونیم تو ذهن داشته باشیم اینه، تصور بعضی وقتا ممکنه ما رو به اشتباه بندازه، بعضی وقتا هم ممکنه کمک کنه، ولی میشه همچین تصوری داشت. ولی چیزی که مهمه اینه که اگر از این تابع دلتای دیراک انتگرال بگیرم به تابع پله میرسم. یه نکته باز توی تمام درس‌های مهندسی من جمله این درس، هرچی انتگرال داریم انتگرال معینه، یعنی انتگرالی هست که بالا پایینش معلومه چیه. ما مثل ریاضی انتگرالی که از ناکجا تا ناکجا همینجوری انتگرال بگیریم نداریم، چون اصلا مفهوم فیزیکی نداره. ما چون زمان برامون یه مفهوم فیزیکی داره، مجبوریم بگیم از کجا تا کجا داریم انتگرال می‌گیریم. به هرچی انتگرال می‌بینید توی تمام درس‌های مهندسی انتگرال معین. حالا اگر انتگرال معینم از این تابع ضربه اینجوری تعریف کنم که از منهای بی‌نهایت تا لحظه تی من انتگرال گرفتم، اگر تی عدد کوچکتر از صفری باشه، من از یک تابع انتگرال گرفتم که همش مقدارش صفره و حتما صفره، یعنی به ازای تی های کوچکتر از صفر حاصل این انتگرال حتما صفره. اگر تی بزرگتر از صفر باشه، باز میتونم به سه تیکه تقسیمش کنم انتگرالمو. این انتگرال از منهای بی نهایت تا تی رو میتونم تقسیم کنم از منهای بی نهایت تا یک، مثلا منهای اپسیلونی، قبول دارین؟ از منهای اپسیلون تا مثبت اپسیلون تقسیمش کنم و از مثبت اپسیلون تا اون لحظه تی. حاصل انتگرال اول حتما چیه؟ صفره، چون تابع هم همه جا مقدارش صفره. حاصل انتگرال سومی چیه؟ اینم باز صفره، چون مقدار تابع اینجا همه جا صفره. تابع هم اینجوری تعریف کردم اصلا که از هر منهای اپسیلون تا مثبت اپسیلون مقدار انتگرالش چی بشه؟ یک بشه. پس اگه تی بزرگتر از صفر بود، مقدار انتگرال هم چیه؟ یکه. این تعریف تابع پله است. تابع پله رو اینجوری تعریف کردیم که اگه تی کوچکتر از صفر بود صفر باشه، بزرگتر از یک بود یک بشه. بنا به تعریف اگر دلتای تی رو اینجوری تعریف کنم، دوباره بنا به تعریف، یعنی اینا معادل همن، هم عرض همن، انتگرال تابع دلتای دیراک میشه چی؟ تابع پله واحد. قبول؟ چون اینجوری میشه، با اینکه اجازه نداریم این کارو بکنیم، این کارو میکنیم. ولی میگیم این تابعی که مشتق پذیر نبود، اگه ازش مشتق بگیرم، تابع دلتای دیراک میشه. قبول؟ مشکلی نیست که. چی؟ چیو صفر بزنم؟ نه، چیو صفر بزنم؟ این تعریف من اینه، از منهای اپسیلون تا صفر اصلا نمیدونم چیه. نمیشه دیگه، تعریفم اینه، این تعریفمه. شما یه چیزی از تو ذهنت آوردی با این چیزایی که روی کاغذه. خیلی خب، من این انتگرال چجوری گفتم یکه؟ رسوندم به یه تعریفم. اون چیزی که شما میگین انتگرال از منهای اپسیلون تا صفر که مقدار ندارم براش، اصلا تو تعریفم نیست. نیست، نداریم دیگه. این انتگرال حتما از منهای اپسیلون تا مثبت اپسیلون به ازای هر اپسیلونی مقدار داره، ولی از منهای اپسیلون تا صفر هیچ مقداری براش ندارم، تو تعریفم نیست. چرا میگی یکه؟ چی؟ شما اصلا مگه ریاضی یک پاس نکردی؟ خب چی؟ خیلی خوب، شما ریاضی یک رو تعریف حد و مشتق رو تو ریاضی یک یه بار مرور کن. تعریف من میگم تعریف نمیشه دیگه، با این تعریفی که اینجا کردم تعریف نمیشه، شاید با یک تعریف دیگه تعریف بشه. با این تعریفی که اینجا کردم، تابع در نقطه صفر مقدار نداره، تعریف نمیشه. خیلی خوب،
ممکنه اسمش تابع نباشه، من با اونش مشکل ندارم، ولی خب خیلی خوب تابع، ممکنه اسمش تابع نباشه، من اصلا کاری ندارم، من مهندسم، دارم سیگنال تعریف میکنم، میگم این سیگنال، یه سیگنال اینجوری تعریف کردم، اجازه دارم یه چیزی که دلم میخواد تعریف کنم دیگه، اینجوری تعریف کردم. خب فعلا اسمش هر چی دوست داری باشه. چی؟ همه سیگنال همون هستن به جز این سیگنال، این مشکل داره، یعنی توی تو خیلی چیزاش مشکل داریم. میتونم اینو حالت حدی یک تابعی تعریف کنم، مثلا میتونم تابع پله واحد و تابع آرکتانجان تعریف کنم، تعریف میشد، مشتقش هم دقیقا مشخص میشد. شما یه تابع این شکلی داشته باشین، یه تابع آرکتانجان داشته باشین، میتونی ازش مشتق بگیریم، حالا هیچ مقداری هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، میتونم اون مقدار آرگومان کیو به سمت صفر میل بدم، بعد میبینیم یه چیزی میشه تعریف کرد. باز اونجا تو حالت حدیش دقیقا تابع نیست، یک کم یه اپسیلون مونده به اون حد بی‌نهایت، هنوز تابعه با هر تعریفی، مقدارم داره، ولی دقیقا به ازای که بی‌نهایت تو حالت حد مقدار نداره. خیلی خوب، حالا خود این پالس واحدمون با همه مشکلاتی که باش داریم، مجبوریم شبیه یک تابع باش رفتار کنیم، خیلی از عملیات جبری که برای بقیه تابع ها انجام میدیم و برایش انجام میدیم، خیلی کارها نمیتونیم بکنیم، خیلی کارها میتونیم انجام بدیم و به نتایج نسبتا مهمی برسیم که بعدا به خاطر همین نتایج نسبتا مهم بوده که اصلا تابع، یک تابع به این عجیب غریبی رو تعریف کردیم و استفاده میکنیم. ما تو این دست خیلی باش کار نداریم، یعنی اینو تضمین میکنم که خیلی باش کار نداریم، مشکلاتش برای درس های آینده است، ولی حالا چون این تابع رو دیدیم یک سری از خواصش هم می‌بینیم. اگر این تابع دلتا رو زد هر تابع زمانی دیگه بکنم، این چون این تابع به ازای تمام تی ها مقدار صفر داره و فقط تو تی مساوی با صفره که یک مقداری غیر صفر داره که نمیدونم چیه، احتمالاً خیلی بزرگه، اگر تابع اکس صفر رو زد در دلتا تی می‌کردم هیچ فرقی نمی‌کرد. چرا؟ چون این تابع تو جاهایی که این مقدارش مهم نیست یا فرق میکنه با مقدار x t، مقدار این یکی صفر بوده و این تابع یک جایی همیشه صفر میشده. قبول دارین؟ برای که خیالتون راحت شه میتونین این همیشه این تابع دلتا رو حالت حدی این تابع پالس تصور کنین. اگر اینو ضرب در یه x t بکنم، تمام مقادیر همه مقادیر رو صفر میکنه. فقط این یک دلتا میشه چی؟ x صفر تقسیم به دلتا. قبول دارین؟ حالا هولوش اون تقریبا x صفر رو ثابت بگیرم. به این ترتیب فرقی نمی‌کنه که بنویسم یک تابع زمانی ضرب در دلتای تی شده یا فقط مقدارش تو صفر ضرب در دلتای تی شده. به این خاصیت میگم خاصیت نمونه برداری، یعنی اگه یه لحظه صفر یک سیگنال رو بخوام نمونه برداری کنم، کافیه تابع دلتای تی رو توش ضرب کنم، فقط از مقدارش تو صفر نمونه برمی‌داره. حالا چون خود دلتای تی مقدار بی‌نهایتی داره، بعداً نمیتونیم بخونیمش، یه عدد بی‌نهایت خوندیم و اون بی‌نهایت نسبت به یک بی‌نهایت دیگه بنزه x0 اسکیل شده، ولی حالا بعداً میگیم چجوری میتونیم بخونیم. ولی این خود این رابطه اینجا بهش میگیم رابطه سمپلینگ، نمونه برداری از یه سیگنال در صفر، اینجا نمونه برداری. تابع دلتای تی با تابع دلتای منهای تی برابره، قبول داریم؟ چی؟ انتگرال یک دوم میشه. کجا؟ اگه اون یکی شما دو درست باشه، زوج باشه تابع. باز هم نه. چرا؟ نه. خب. فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که انتگرال از منهای اپسیلون تا اپسیلون با انتگرال از مثبت اپسیلون تا منهای اپسیلون برابر. تنها نتیجه که میتونم. چی؟ خب الان میتونی بگید که انتگرال منهای اپسیلون تا مثبت اپسیلون میشه منهای اپسیلون تا صفر علاوه یه صفر؟ نه نمیتونم بگم، توی تعریف هم جداش فقط دارم میکنم.
نه داره میگه این نتیجه این اگه اینو بپذیرم مثل اینی که پذیرفتم مقدار انتگرال از منهای اپسیلون تا صفر یک دومه. تو تعریف هم نیست. ببینی اینجوری بگم، اینجوری بگم، من یو اتی رو اگر این تعریف کنم اصلا مقدارش انتگرالش هر چیزی تا صفر صفره. قبول داری؟ یعنی این پیوستگی از چپ داره. بستگی داره که یو اتی ما حالت حدی چی تعریف کنم. میتونستم حالت حدی این تعریف کنم. حالا انتگرالش تو صفر تا صفر میشد چی؟ یک. میتونستم اینجوری تعریف کنم. حالا میشد یک دوم. من یو اتی رو به خاطر همین مقدارش اصلا چون مقدار یو اتی رو تو صفر تعریف نکردم، اون انتگرال تا صفر هم تعریف نمیشه. اگه تعریف میکردم تعریف میشه. همین تابع پالس همو یه چیزی که باید یاد بگیرین اینه که شما هر تابع رو بتونین شیفت زمانی بدین هر چقدر دلتون میخواد، آرگومانش رو ضرب در هر عددی که دلتون خواست بکنین و دوباره تابع رو رسم کنین. مثلا اگر یو ات این شکلیه شما باید بتونین، اگه یو ات این شکلی باشه، اگر یو این محور مثلا اینجا هم زمانه، اگر یو مثلا منهای تی به اضافه 3 رو بخوام رسم کنم چه شکلی میشه؟ مثال زدم. این باید ببینم آرگومانش کجا صفر میشه. آرگومان تابع کجا صفر میشه؟ هولوش تی مساوی با منهای 3. تی مساوی 3. بعد اگه تی بزرگتر از 3 بشه این چی میشه؟ منفی میشه. یعنی به ازای تمام اینا مقدار 0 داره، به ازای تمام این مقادیر مقدار 1 داره. نقاشیش اینجوری. هر تابع دیگه هم بدن مثلا هر شکلی، این ضرب در آلفا بشه، اگه ضرب در آلفا بشه چی میشه؟ فرض کن آلفا مثبت، این 3 آلفا هم میشه، عوض نمیشه. این به ازای آلفای مثبت، آلفای که منفی بود این میاد اونور، اینجوری میشه. این توانایی اینو باید داشته باشین، بخاطر اینکه هر سیگنالی بهتون بدن باید تبدیل کنین به این آجرهای اولیه. برای این کار باید توانایی این جابجا کردن و این کارا داشته باشین. خیلی خوب، حالا اگر دلتای تی رو حالت حدی یه پالس اینجوری تعریف کنم، وقتی آرگومانمو ضرب در ای میکنم، عرض پالسم که قبلا دلتا بود میشه چی؟ حالا یا ضرب در ای میشه یا تقسیم بر ای میشه، و اگر این ضرب بشه اون تقسیم میشه، و اگر این تقسیم بشه اون یکی ضرب میشه که سطح زیر منحنی رو واحد نگه داره. به این ترتیب مقدار اندازه پالس هم عوض میشه یک جوری که سطح زیر منحنی رو یک نگه داره. و از این که دلتا مثلا حالت حدی این پالس هم میتونید نشون بدین که دلتای ای برابر تی، حالا ای یه دفعه مثبت بگیرین یه دفعه منفی بگیرین، به این دو حالت میرسیم که یک روی قدر مطلق ال دی ای دلتای تی میشه. رابطه ها اینجوری مثلا زیاده، میتونید این صد تا رابطه دیگه تعریف کنید، ولی چیزی که برامون مهمه اینه که از این سمپلینگ خودش مقدار نداشت. گفتم خیلی وقتا وقتی با تابع دلتای دیرا کار میکنیم راجع به خودش صحبت نمیکنیم، راجع به انتگرالش صحبت میکنیم، چون حالا راجع به انتگرالش میشه حرف زد. اگه از دو طرف این رابطه انتگرال بگیرم، این که یه مقدار ثابت از انتگرال گیری میاد بیرون، انتگرال دلتای تی هم از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت میشه یک، این طرف انتگرال میشه x صفر، اون طرف انتگرال میشه انتگرال اون یکی. از اینو از هر منهای اپسیلونی تا مثبت اپسیلونی هم میگرفتم باز همین میشه، ولی به این رابطه اینجا، به این رابطه میگیم رابطه سمپل گیری از یه سیگنال. اگه یه سیگنال رو بخوام مقدارش رو تو تی مساوی با صفر پیدا کنم، کافیه دلتای تی رو توش ضرب کنم، حالا انتگرال بگیرم از منهای بی‌نهایت تا منهای، مقدار اون سیگنال رو تو x مساوی صفر بهم میده. تو آزمایشگاه فعلا این کاری نمی‌کنی؟ نه اینجوری انجام نمیشه. روی همین فانکشن جنراتور هاتون شما یه پالس خیلی کوچیکی دارین. آقا تو آزمایشگاه مثلا انتگرال گیری خیلی کار سختیه. مدار انتگرال گیر میتونیم با یک آپ امپ و خازن بسازیم، ولی برای کار ساده نیست. ولی نه،
سمپلینگ اینجوری انجام میشه. من اگه تو هر لحظه دیگه میخواستم سیگنالم رو سمپل بگیرم، اینجا تو لحظه تیموسای صفر سمپل گرفت، تو هر لحظه دیگه میخواستم سمپل بگیرم، کافی بود این تابع دلتا تیم رو شیفت بدم زمانی. اگه شیفتش میدادم همون جایی از سمپل برمیداشت که این مقدار آرگومان تابع ضربم صفر میشه، یعنی در تیموسای با تی صفر سمپل برمیدار از سیگنال. درست؟ باز این دوتا هم ارزن. حالا اینکه این چرا هم حرف که زدم، از رابطه بالا در واقع نتیجه شد که از دو طرف انتگرال گرفتم و رابطه سمپل گیری اینجوری به دست اومد. معمولا این کارو میکنیم، باز همیشه رعایت نمیکنیم، معمولا از حروف یونانی به عنوان آرگومان انتگرال گیری استفاده میکنیم. قرار داد مثلا این اپسیلون میذاریم اینجا، زتا میذاریم، اتا میذاریم، اون چیزی که تو انتگرال گیری عوض میشه معمولا حروف یونانی استفاده میکنیم. همین رابطه بالا رو با همین قرارداد جدید که آرگومان انتگرال گیری یه حرف یونانی باشه میتونم اینجوری بنویسم. این همینه، هیچ چیزی عوض نشد. این رابطه مهمی هست. باز میگم توی این درس خیلی استفاده نمیکنیم، بعدا تو درس مثلا سیگنال سیستمتون این جزء روابط خیلی مهمه. خیلی من همینجور که از تابع پله مشتق گرفتم، میتونم از تابع پله انتگرال بگیرم و یک تابع جدیدی تعریف کنم. اگه از تابع پله واحد انتگرال بگیرم چه شکلی میشه؟ تابع پله واحد دارم، انتگرال میگیرم از منهای بی نهایت تا تی، یه تابع جدید تعریف میکنم. اینجا که انتگرال میگیرم صفر صفر صفر، هیچ چیزی ندارم. اگه تی بزرگتر از صفر بشه، حالا یه مقدار غیر صفری دارم و هر چقدر میرم جلو سطح زیر این به صورت خطی با زمان زیاد میشه. درست؟ یک تابع اینجوری میشه. به این تابع که انتگرال اون هست میگم تابع رمپ، شیبه رمپ. این تابع رمپ رو به حسب اون تابع اولیه میتونم خیلی ساده تر بنویسم، با اینکه انتگراله این آر تی، با اینکه آر تی انتگرال منهای بی نهایت تا تی یو تی دی، اگه بخوام قانون خودم رو رعایت کنم یو تا دی تا این هست، اینو به حسب خود یو تی میتونم بنویسم. چی میتونم بنویسم؟ اگه بنویسم تی یو تی همین میشه. قبول داریم؟ این اگه ضرب در یک تی کنم به ازای تمام این مقادیر که صفره، به ازای تمام این مقادیر هم رابطه خطی داره، یعنی انتگرال یو تی میشه تی یو تی. حالا میتونم بگم اینجوری تعریفش کردم این نتیجه شده، میتونم بگم انتگرال تعریفش کردم این یکی نتیجه شده، هر کدوم دوست دارید ترجیح میدید. ولی فرض کنید به این ترتیب این تابعی که اینجوری تعریف به دست آوردم، تابع رمپ، هم انتگرال تابع پله است و احتمالاً دوباره از رمپ مشتق بگیرم، احتمالاً که نه، اینجا دیگه مشکلی نداره، از رمپ مشتق بگیرم میشه چی؟ پله. از این مشتق بگیرم اینجاها صفره، اینجاها یه مقدار ثابته، شیب خط یک. این تابع دوباره مشتق صفرش از سمت راست با مشتق صفرش از سمت چپ فرق میکنه. اصلا برای ما مهم نیست، یعنی برای ما مهندسین اصلا اتفاق مهمی نیست، ولی من داره باطنیم تمام میشه. من جلسه دیگه باید تغذیه من بیارم. خیلی خوب، من میتونم یک بار دیگه از رمپ انتگرال بگیرم، 10 بار دیگه هم انتگرال بگیرم،
از این کار زیاد میکنیم. یک بار دیگه از رمپ انتگرال بگیرم به یک تابع دیگه میرسیم که رمپ به توان دو میشه. حالا یک ضریبی از رمپ بزن. یعنی اگر از یک تابع تی انتگرال بگیرم یک چیز تی دو میاد توش، همینجور ان بار انتگرال بگیرم تی به توان ان میاد. فعلا دیگه با اونا کار نداریم، ولی میتونم همینجور که میتونم از پله n بار انتگرال بگیرم هی براش s بذارم، میتونم n بارم مشتق بگیرم. با اینکه یک بار مشتق گرفتیم به یک چیز بی معنی رسیدیم، براش یک جوری معنی جور کردیم، میتونیم n بار دیگه هم مشتق بگیریم و به یک چیزهای خیلی بی معنی تری برسیم ولی براش s بذاریم. من میتونم از تابع دلتای دیراک یک بار دیگه مشتق بگیرم و بگم مثلا مشتق تابع دلتای دیراک. فقط اینجوری تعریفش میکنم که باز دوباره اگه از تابع دلتای مشتق تابع دلتای دیراک انتگرال بگیرم میرسم دوباره به این تابع دلتای دیراک. اینو باز تو این درس نداریم ولی میتونیم n بار دیگه ازش مشتق بگیریم. ولی این دیگه خط خاتمه کلام بود. برای خودتون میتونید n بار مشتق بگیریم از این تا. سوالی نیست؟ خیلی خب، ما رسما 5 دقیقه وقت داریم. این 5 درصد هم باتری داره. تا جایی که این روشن باشه بریم جلو. چی؟ نه تا حالا تجربه نداشتم، اولین بار امتحان میکنیم. کجا؟ اب نداره. خیلی خوب، اول فصل دیگه هستیم، حالا تمام هم شد مشکلی نیست. فقط میگم که میخواییم با عجب چی صحبت کنیم. توی درس قبلی مقاومت و سلف و خازن رو دیدین، قرار نیست دوباره ببینید. قرار هم چیزایی که دیدین سریع ببینیم و رد شیم. فقط یه سری دوباره اسمای دیگه میذاریم روی یه سری چیزایی که قرارداد میذاریم. وقتی میگم مقاومت خطی هممون راجع به یک چیز صحبت میکنیم. وقتی میگم مثلا متغیر با زمان کنترل شده با ولتاژ با جریان، سر اینکه اینا یعنی چی به قرارداد میذاریم میریم جلو. هیچ چیز جدیدی نمیبینیم، خیلی خیلی چیز جدید. مقاومت رو اینجوری تعریف میکنیم، هر المانی این جهت قراردادی ولتاژ جریانه. یعنی فعلا برای هر المانی یک جهت قراردادی گذاشتیم، گفتیم جریان از سر مثبتش، از سر ولتاژ مثبتش میره به سر ولتاژ منفی. این فعلا هیچ کاری نکرد، ولی هر المانی که رابطه برقرار کنه، دوباره تابع نیست از راز ریاضی، فرق رابطه و تابع رو میدونیم، رابطه بین ولتاژ جریان برقرار کنه، بین این دوتا پارامتری که اسمش ولتاژ جریان گذاشتم، میشه مقاومت. لزوما رابطه تابع نیست، خطی نیست، هر رابطه‌ای میتونه باشه. آیا المان مداری داریم که رابطه بین ولتاژ جریان برقرار نکنه؟ به این معنی ظاهرا همه المان‌ها مقاومتند، درست؟ داریم. خازن بین ولتاژ جریان رابطه برقرار نمی‌کنه، بین ولتاژ و بار رابطه برقرار می‌کنه. یا سلف بین ولتاژ و جریان رابطه برقرار می‌کنه، بین ولتاژ و شارب رابطه برقرار می‌کنه. به این معنی این تفاوت چه می‌خوام تاکید کنم که این یعنی چی. ولی این یه مجموعه خیلی بزرگ از المان‌ها رو شامل میشه. مثلا دیود یک مقاومته با این تعریف، درست؟ دیود هم یک رابطه بین ولتاژ، با اینکه رابطش عجیب غریبه، ولی به هر حال رابطه بین ولتاژ جریانه. یا هر المان غیر خطی دیگه، مثلا ترانزیستور، حداقل تا یک جایی رفتار شبیه المان دو سر نیست که بتونم اینجوری تعریفش کنم، ولی اگه میتونستم میتونستم با یک مشت مقاومت مثلا شبیه سازش کنم، حداقل مثلا تو پورت ورودی. تو حالت کلی یک مقاومت، یک رابطه بین ولتاژ و جریان. الان این شکلی که اینجا کشیدم تابع هست، ظاهرا هست. اگه جای ولتاژ جریانش رو جابجا کنم تابع دیگه نیست. یعنی اگه اون، یعنی لزوما رابطه شبیه تابع ریاضی بین ولتاژ جریان لازم نیست برقرار باشه، کافیه یک رابطه بین ولتاژ جریان برقرار باشه. توی درس قبلی اکتیو و پسیو هم خوندین، توان مقاومت نخوندین، ف
فعال و غیر فعال شاید اسمش. یه سری کلمه تعریف میکنیم اینجا، این کلمه ها رو میخوام ببینیم، باز دوباره اسم گذاری میکنیم، بعد اسما رو با هم چک میکنیم ببینیم راجع به یک چیز داریم صحبت میکنیم. یعنی وابسته به زمان و مستقل از زمان، این هم سیگنال ها میتونن اینجوری باشن، بعد درس سیگنالی که میبینین سیستم ها، سیستم هم میتونه وابسته به زمان باشه، مستقل از زمان باشه. المان های مدار توی سیستم هم میتونن همین خاصیت باشن. فعلا ما راجع داریم یک المان خاص به اسم مقاومت داریم صحبت میکنیم، این مقاومت میتونه وابسته به زمان باشه، مستقل از زمان باشه، میتونه خطی باشه یا غیر خطی باشه. وابسته به زمان مثلا اینجوری فرض کنید که من سنسور دما ساختم که مقاومتش متناسب با دما عوض میشه، فرض کنید اینجوریه، میتونه سنسور مدل های مختلفی باشه، فعلا سنسور مقاومتی وابسته به دما ساختن. این سنسور اگر نگاه کنم صبح دما یک عدد، شب یک عدد، وابسته به زمان داره چی؟ اندازه مقاومتش عوض میشه تقریبا پریودیکه، یعنی شبا سردتر روزا گرمتره، بعد توی یک بازه بزرگتری نگاه کنم یه پریود دیگه داره تقریبا هر سال زمستونا سردتره تابستونا گرمتره، در حال یه تابعیتی از زمان داره، خیلی پریودیک به این معنی سینوسی نیست ولی داره بالا پایین میره وابسته به زمان. یه مقاومتی هم دارین، مقاومتی که تو آزمایشگاه میرین از مثلا جمهوری میخرید یه عددی داره، مثلا یه سری خط روش کشیده یک کیه، چون عدد مشخصی داره ظاهرا چندان وابسته به زمان نیست، هرچند که اونم گرم و سردش کنین یکم مقاومتش عوض میشه ولی در تقریب اول وابسته به زمان نیست. ما هرچی داریم تو این درس میگیم در تقریب اوله، گفتم هرچی میگیم یک سطحی از ابستراکشنه، ساده سازیه. مقاومتی که از بازارم میخرین مقاومت نیست، یعنی اگه بخوام دقیق شیم مقاومت نیست. چرا مقاومت نیست؟ چون از هر سیمی که جریان بگذرونین میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی تولید میکنه و هر چیزی که میدان مغناطیسی درست کنه شار درست میکنه و هر چیزی که شار درست کنه بهش یک اندوکتانس هم میتونم نسبت بدم. یعنی در واقع اگر مقاومت مثلا 1K از بازار میخرین و روی تخته مینویسین 1K، حتما سری با این 1K یک اندوکتانسی هم دارین. حالا توی خیلی رنجی که ما کار میکنیم اندازه این اندوکتانس قابل صرف نظر کردن در مقایسه ما مقاومت صرف نظر میکنم، ولی چون جریان تولید میکنه وقتی تو مدار میذارم جریان تولید میکنه و این جریان شار درست میکنه، میدان مغناطیسی درست میکنه، از انرژی ذخیره شده تو میدان مغناطیسی میتونم متناظرش یه سلفی هم به هر سیمی که تو دنیا دارم یه سلفی هم نسبت بدم. این سیم میتونه سیم پایه مقاومت هم باشه ولی فعلا ما اونا کار نمیم. وقتی میگم مقاومت روی تخته میمیسم اینجوری حواسم هست این یک سطحی از ساده سازیه، لزومن ریاضی این دوتا با هم مساوی نیستن ولی برای من مهندس به اندازه کافی این دوتا مساوی هستن. خیلی خوب، مقاومتی که تا حالا تو زندگیتون دیدین احتمالا اینجوریه، یک مقاومت خطی مستقل از زمان، یعنی رابطه ولتاژ جریان یک خطیه که از مبدا میگذره، حتما از مبدا میگذره که خطی باشه و شیب خط عوض نمیشه با زمان، عوض نمیشه. به این ترتیب بهش میگیم یک مقاومت خطی مستقل از زمان. حروف اول این لینیر رو تایم ایندیپندنت اگه بذاریم کنار میگیم LTI. حالا اینو بیشتر برای سیستما زیاد استفاده میکنیم، خواهید کرد، برای المان ها چندان استفاده میشه ولی اینا اگه بخوام بگم یک المان LTI لینیر تایم ایندیپندنت. میتونه لینیر باشه و تایم دیپندنت باشه، مثلا مثال همون مثلا سنسور دمایی که زدم تقریبا مقاومت خطی رابطه ولتاژ جریان ولی میتونه این نسبت خطیش با زمان عوض بشه، صبح یه چیز باشه شب یه چیزی، مثل اینه که مثلا صبح اینجوریه چی به خطم شبا این شکلیه، مثلا کم و زیاد میشه. این سیستم مقاومت LTI که اینجوری تعریف کردم، من قبل از اینکه این باتیش تموم شه تموم میکنم،
یه رابطه خطی بین ولتاژ جریان برقرار میکنه. حالا میتونم نسبت ولتاژ جریان رو بهش بگم رزیستنس، یه وقتا این راحت تره. وقتی داریم مثلا آنالیز مش انجام میدیم خیلی وقتا اینجوری نوشتن رابطه راحت تر. وقتی دارم آنالیز نود انجام میدم خیلی وقتا لازمه جریان رو به حسب ولتاژ بنویسم، اون وقت نسبت جریان به ولتاژ رو یه چیزی تعریف کنم راحت تره. حالا اینو تو درس قبل انجام دادیم، ولی به عکس مقاومت میگم کانداکتنس، دیمانسیون این اوهمه، دیمانسیون این یک روی اوهمه. بعضی کتابا زیمنس می نویسن، خیلی مهم نیست، شما یک روی اوهم هم بنویسین کافیه، ولی هر چیزی تو زندگیتون می نویسین باید دیمانسیونشو بنویسین. اینو یاد بگیرید، یک اوهم با یک فرق داره، با یک ولت فرق داره، با یک آمپر، و همشون یکن ولی فرق دارن. دو حالت حدی که باز براش اسم میگذاریم و قرارداد میذاریم اینه که این شیب خط صفر بشه یا شیب خط هم بی‌نهایت بشه. تو حالتی که شیب خط صفر بشه مقاومت صفر دارم، یا مستقل از این که چه جریانی از این المان میگذره ولتاژ دو سرش صفره، به این میگم اتصال کوتاه. اکثر سیم هامون اینجوری هن. باز این یک سطحی از ابستراکشنه، این سیمه با این که سیمه بزرگیه اگر یک جریان ازش بگذارنم ولتاژ دو سرش صفر نیست. به هر حال قانون اوهم رو الاهم این یک ای محدودی داره، یک رو محدودی داره و به یک مقاومت محدودی میرسم، ولی در مقایسه با مقاومت هایی که معمولا استفاده میکنیم عدد کوچیکه. اینو تقریب میزنم با اتصال کوتاه، یعنی سیم هامون اتصال کوتاه نیستن، تقریب میزنیم، یعنی هم مقاومت دارن هم اندوکتانس دارن، ولی تقریب میزنیم با اتصال. و بعد اگر مثلا این سیمم از یه جایی پاره بشه هیچ جریان ازش رد نمیشه، مقاومتش به اندازه کافی بزرگه. این یکی باز تقریب یکم بهتریه، حداقل از اولی یکم بهتره. با تقریب خوبی میتونم بگم که مستقل از اینکه چه ولتاژی دو سر این دارم اگر این وسطش قطع شده باشه، قیچی کرده باشه یکی، هیچ جریان ازش عبور نمیکنه. چی؟ یکم بهتر، به خاطر اینکه شما اگه ولتاژتون رو خیلی زیاد کنین تخلیه میشه هوا، از میدان شکست هوا اگه بیشتر باشه جرقه میزنه. حالا این جرقه رو احتمالاً جاهای مختلف دیدیم، رو فرش که راه میریم دستگیره رو میخواین دست بزنیم، قبل از اینکه دستتون برسه به دستگیره جرقه میزنه، با اینکه مدار بازه ولی جریان صفر نیست. تا یک جایی تقریبا خوبیه. خیلی خوب، خسته نباشید.